1400 را به ملت ایران تبریک میگم، به خصوص کارگرای عزیزم که خودم افتخار میکنم از خانواده کارگرم. این ظلمی که این حکومت به این کارگرا کرده روزی روی خوشیر ندیدم. ملت ایران بهانه ای شد نوروز که من با شما صحبت کنم. از روزی که ستارم رفت شما پشتیبان من بودین. ما عیدی نداریم. این حکومت ما را به عقب کشون. ما پیشرفت نکردیم. ما روی خون جوانان حکومت رو نساختیم. این خونا طغیان میکنه به زودی. شما سرنگون میشین. ملت ایران هیچ وقت فراموش نمی کنن این آره. شما چی کردین؟ از اول انقلاب یا کشتین یا زندانی کردین یا اعدام کردین. رولای زن، خاوران، ستار من، هزاران ستار تو خیابون، به چی جرمی؟ به چی گناهی؟ ملت ایران باید متحد بشیم تا جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. صحبت من امروز با هنرمندان و نیروهای مسلح هستش. از شما خواهش میکنم در کنار مردم ایران باشید. شاید بگویید زیر ذره‌بین هستیم و نمیتوانیم. اگر ایران نباشد نه هنرمندی هستش نه نیروهای مسلح. مردم ایران در سختی ها کنار نیروهای مسلح بودن. 8 سال جنگ یادتون نره. پس به جای اینکه با باطل و گروله جواب مردم ایران رو بدید، شما هم در کنار ما باشید. از هنرمندان و نیروهای مسلح خواهش میکنم نه به جمهوری اسلامی بگویید. اگر یکی نشویم یکی یکی خواهیم مرد توسط حکومت علی، حکومت سید علی خامنه ای. یک 1400. اخیران یکی از کارگردانان تئاتر به نام قطب‌الدین صادقی گفته که به خاطر وجود دگرباش‌ها در اطراف تئاتر شهر باید دور اون دیوار کشیده بشه تا ساحت مقدس هنر و هنرمند و اینها حفظ بشه. واقعا عجیبه. هنر و هنرمندی که افراد مورد تبعیض، افراد مورد ستم در جامعه رو نمیبینه و اونها توهین میکنه، واقعا این هنر چه ارزشی داره؟ ما کویرها، ما رنگین کمانی ها مثل بقیه افراد جامعه هستیم و کویرهایی که در اطراف تئاتر شهر هستند متعلق به اقشار فرودست جامعه، افرادی که به حاشیه رفتن، مورد تبعیض قرار گرفتن و اینها جز فراموش شدگان جامعه هستند و باید از اینها حمایت کرد. باید در کارهای هنری، در تئاترها، در فیلمها، سریالها به طور انسانی و به طور احترام‌آمیز به اونها برخورد بشه و از مشکلات، سختی‌ها و تبعیضاتی که به اونها میره سخن گفته بشه. ما رنگین کمانی‌ها همراه با بقیه افراد جامعه، همراه کارگران، زنان، دانشجوها و همه جامعه ایران در حال مبارزه با این سیستم و نظامی هستیم که ما رو مزاحم می‌بینه، ما رو می‌خواد دور کنه، دور ما دیوار بکشه، ما رو جدا کنه. اما ما جدایی ناپذیر نیستیم. ما جزی از این جامعه هستیم و مشکلات این جامعه مشکلات ما هم هست. درسته ما با تبعیضات و بی‌حقوقی های بیشتری روبرو هستیم، اما ما هم در کنار مردم جامعه، در کنار جنبش های اجتماعی، جنبش های برابری طلب، جنبش های آزادی خواه مثل جنبش کارگری، جنبش نوین رهایی زنان ایران، جنبش دانشجویی و مهمتر از همه جنبش سرنگونی برای مبارزه با انواع تبعیضها، ستم، بی‌حقوقی مبارزه میکنیم. با امید روزی که تمامی هنرمندان این جامعه به کویرها و رنگین کمانیها احترام بذارن و از رنجها و مشکلات اونها کار و فیلم و تئاتر تهیه کنن و اونها رو جزی از جامعه ایران بدونن. خیلی ممنون.